یاد بودی به مناسبت سالگرد ترور گردانندگان آوای بوف در دانمارک. ماهیت و سنگ بنای تحسیز گروه فرهنگی آوای بوف فعالیت سیاسی و اجتماعی روشنگرانی خود را از سال 2003 به طور مخفیانه و زیرزمینی در ایران آغاز نمود. این مجموعه توسط سه عضو فعال و پیگیر یعنی قاسم، هوریه و ساسان که اعضای خانواده غرداغی هستند پای گذاری شده است. این اعضا با توانمندی ها و ایسارگری های خود ستون بنایی برای این انتشارات بوده اند و با از خود گذشتگی و صرف زمان در راه حفظ آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات پایداری بخشیده اند. گردانندگان این مجموعه بر این باورند که ضروری ترین کار فرهنگی و مبارزاتی در این مقطع زمانی در ایران آگاهی رسانی به مردم است. فقدان احزاب سیاسی و جمعیت های فرهنگی و نهادهای مردمی در طول صد سال گذشته کشور ایران را به لجنزاری از خرافات و سیاهی تبدیل کرده است که فقط کرمهایی چون آخوند و جریانات فاشیستی ضد مردمی در آن امکان رشد پیدا می کنند. آینده ی این چنین جوامعی با مردمانی غرق شده در خرافات، جهل و افراط مذهبی محکوم به فناست. قاسم قرهداغی در مقدمه یک کتاب گوراب درباره شکلگیری گروه می نویسد. از آنجایی که در ایران به خصوص انجام این فعالیت ها بسیار مشکل و خطرناک است بنابراین با الگو گرفتن از حرکت گروه دانشجویی روز سفید در زمان نازیستها در آلمان به صورت خانوادگی شروع به فعالیت در زمینه تولید و انتشار کتاب های ممنوعه کردیم. در اولین سال های قرن 21 در ازدهام دروغ های حکومتی و ستم های مذهبی و پس از تلاش های شبان روزی در دانشگاه و جامعه خسته ایران در آگاهی و مبارزه با جهل گروهی از جوانان کنار هم جمع می شوند که درد مشترکی دارند و هر کسی به نحوی از تیغ سانسور رژیم آخوندی ضربه خورده است و به دنبال آن هستند که بتوانند عقاید و مقالات یا کتاب های مفیدی را که به آنها دسترسی دارند و زخمی تیغ سانسور جهل شده اند را در اختیار همه قرار بدهند. با توجه به حاکمیت سیستم توتالیتر مذهبی در ایران انتشار اخبار و کتب به صورت کامل در اختیار حکومت است و فیلترهای قدرتمند سانسور چه در وزارت ارشاد و چه در نظارت بر مطبوعات به شدت اعمال قدرت می کنند و مانع پخش مطالبی غیر از آنچه خودشان مناسب می دانند می شوند. بنابراین یک پروژه و راه مبارزه بسیار سخت ولی کاربردی آغاز می شود که اطلاعات و کتابها به راحتی در اختیار مردم قرار بگیرد. در کتاب اوستا از جخت با نام اشوزشت یاد شده و آن را فراری دهنده دیوها و پلیدیها خانده اند. با توجه به اینکه فعالیت‌های فعالیت های این گروه هم در زمینه خراف زدایی و مبارزه با احکام خرافه و اسلامی مسلط بر ایران و رسالتش تلاش در آگاهی رسانی و هدف آن فراری دادن دیوها و پریدیهای مذهبی حاکم بر مردم ایران است بنابراین با توجه به نزدیکی این تعاریف استعاره ای گروه و فعالیت های آن نام آوای بوف به خود می گیرد. در طی مدت چند سال از شروع کار چندین هسته مستقل تشکیل و به صورت مجزا و خودگردان این فعالیت ها ادامه پیدا می کند و بعد از طرق مختلف توسط گروه هایی که در خارج از ایران بودند و دسترسی به کتاب های ممنوعه داشتند و یا نویسندگانی که در تبعید و بیرون از ایران به سر می بردند آشنا شده و از آنها برای گسترش فعالیت ها کمک گرفته می شود. انقلاب با همین حرکت های کوچک اتفاق می افتد و ضمن اینکه بعد از یک انقلاب ادامه این زمینه ها برای رسیدن به جامعه مطلوب نیاز مبرم است. اصل هدف هر ایرانی که از وضعیت امروز ایران و شرایط زندگی هموطنانش چه در خارج و چه در داخل ایران خسته شدند و احساس مسئولیت دارند، براندازی این رژیم خرافه اسلامی است. حرف زدن از آمار مطالعه در ایران شاید تکراری ترین بحث باشد. ولی با توجه به شرایط موجود و گسترش شبکه های اینترنتی و رسانه های متنوع مردم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر سعی می کنند از همین راه استفاده کنند که این منابع اطلاعات و اخبار و مراجع تحلیلی به مرور مردم را برای رفع نیازهای شناختی و ذهنیشان به مصرف کننده این منفعل تبدیل می کنند. اکثر مردم ترجیح می دهند که بنشینند و به اخبار گوش بدهند و اطلاعاتی را که نیاز دارند از رسانه ها و شبکه های اجتماعی تحت کنترل حکومت دریافت کنند. در شرایطی که انتشار کوچکترین مطلب و کتاب مغایر با مقدسات در ایران شدیدن خشم رژیم را بر انگیزد و آن را بر نمیتابند و سریعا سعی می کنند جلوی این نوع فعالیت ها را بگیرند. و تمام نیرو و توانشان را میگذارند تا صد راه آگاهی مردم شوند. مدام کانال های تلگرامی را میبندند، ادمین ها و گردانندگانشان را به حبس های طولانی مدت محکوم می کنند، سایت ها را فیلتر می کنند، پیام های تهدیدآمیز میفرستند به کسانی که کوچکترین ابراز عقیده ای خلاف نظر اینها در فضای مجازی منتشر می کند. فعالین در این مجموعه با چاپ و ترجمه و تولید کتابهای ادبی و سیاسی و آثار ممنوعه بزرگان علم و ادب و سیاست خدمات شایسته و گامهای بزرگی در راه ارتقاء فرهنگ و ادب جامعه فارسی زبان برداشته اند. فعالیت های این گروه در ابتدا گسترش چندانی نداشت ولی کم کم توانستند با انتشار زیرزمینی کتابهای های ممنوعه و غیرقابل دسترس در ایران طرفداران زیادی را دور خود گرد آورده و در مدت کوتاهی مورد توجه بسیاری از علاقمندان به کتاب قرار گیرند. آثار هنری انتقادی زمین ساز حساسیت وزارت اطلاعات فعالیت های گروه با به نمایش گذاشتن یک نقاشی انتقادی از موری قرداغی در اینترنت در مورد پیامبر اسلام و رابطه نامتعارف او با دخترش تشبیه محمد و علی به خوک زیر زربین وزارت اطلاعات قرار گرفت. این نقاشی شدیداً مورد انتقاد طلاب حوزه قوم، اصفهان، مشهد و نجف واقع شد. آنها خواهان مجازات شرعی نقاش و گردانندگان سایت بودند. چندی بعد آیات ازام، نوری همدانی و مکارم شیرازی زیر فشار طلاب حوزه ها حکم قتل نقاش و گردانندگان سایت را به جرم سب نبی یعنی توهین به پیامبر و ائمه صادر نمودند. وقتی نقاشی را شروع کردم، ابتدا فقط به عنوان یک هنر و سرگرمی به آن نگاه می کردم ولی با تلفیق هنر و مبارزه دیدگاه هم به هنر و نقاشی به عنوان سرگرمی عوض گردید. نقاشی وسیله ای برای مبارزه و آگاهی سازی شد. حدود 20 سال است که در زمینه نقاشی فعالیت دارم. زمانی که در ایران بودم در انتقاد از قوانین عقب افتاده قصاص و علم بی محتوای حدیث چندین اثر هنری خلق کردم که برای یکی از این نقاشی ها از طرف آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی فتوای ارتداد صادر شد. در انتقاد و اعتراض به قوانین عقب افتاده اسلامی آثار زیادی خلق کرده ام. از جمله آنها قوانین سنگسار، ازدواج محمد با آیشه شش ساله، سو استفاده محمد از دخترش فاطمه و آیات شیطانیش است. همیشه سعی کردم هم. از بوم و رنگ و قلم اسلحه ای برای جنگیدن با این حکومت سیاه قرون وسطایی بسازم. در ارتباط با نقاشی که حکم ارتداد گرفتم، این نقاشی در سال 2014 که در انتقاد از رابطه محمد و دامادش علی و دخترش فاطمه و تابو شکنی در این مورد بود. تصویری از این نقاشی در فیسبوک و با نام غیر حقیقی گذاشته شد که در سال 2015 آیت الله نوری همدانی فتوای مرتد بودن خالق این نقاشی را صادر کرد. ظلم مضاعفی که بر زنان در جامعه قرون وسطایی ایران می رود و فشاری که این قشر از جامعه به علت مسلط بودن قوانین اسلامی بر آنها وارد می شود مرابران داشت که از هنر خود بدون ترس و وحشت از آخوند متحجر برای دفاع از حقوق انسانهای تحت ظلم مخصوصا زنان استفاده کنم. بعد از انتشار این اثر در اینترنت، بحث و گفتگو در مورد شخصیت دختر پیامبر و حقایقی که قرنهاست بر مردم پوشیده مانده و همچنین فتوایی که بر علیه نقاش و مسئولین سایت صادر شده بود، بالا گرفت. گردانندگان سایت که احساس خطر کرده بودند، مدتی فعالیتها را تعطیل و به حالت تعلیق درآوردند. فعالین اصلی برای مدتی از کشور خارج شده در کشور همسایه ایران مستقر شدند تا بتوانند بعد از مدتی با آرام شدن اوزا به ایران بازگردند. تولید و نشر کتاب آیات شیطانی از سلمان رشدی این گروه در سال 2004 با گسترده تر شدن امکانات و فعالیت ها ضمن آگاهی از خطرات و عواقب کار و از طرفی نیاز به دسترسی آسانتر اهالی علم و ادب و به خصوص قشر کتابخانه جامعه تصمیم به ویرایش، تولید و انتشار کتاب آیات شیطانی از سلمان رشدی میگیرد. ترجمه فارسی کتاب آیات شیطانی که اولین بار توسط روشنک داریوش و توسط انتشارات نیما در آلمان منتشر شده بود، به دلیل اینکه این ترجمه با عجله آماده شده بود، دارای نواقص بسیار و متنی کاملا غیر بود. علاوه بر آن مترجم تعدادی از پاراگراف های فصل نه کتاب را که مربوط به مرگ پدر صلاح الدین چمچاست و از ارزش ادبی بالایی برخوردار است بنا به دلایلی نامعلوم حذف کرده بود کتاب مملو و از غلط های املایی و چاپی بود به طور مثال مسلمه گاه به صورت مسلمه با سین و گاه مسلمه با سه سه نقطه نوشته شده بود مریم قبطی مریم کیتی درد شده بود و صدها مورد دیگر یا اینکه اصطلاحات درد شده در کتاب بعضا غلط ترجمه شده بودند. مثلا در جایی از کتاب به جای گاب عثمان خر عثمان آورده بود و مزهکتران که در جایی مترجم از شاخهای خر صحبت میکرد. از این رو تیم آوای بوف بران شدند که ترجمه کتاب را بازبینی و تحصیح نمایند و به صورت نسخه های چاپی، الکترونیکی و صوتی در اختیار علاقه مندانه به کتاب قرار دهند. کتاب بار دیگر توسط تیم آوای بوف ترجمه ویرایش و تصحیح گردیده و متن کتاب با نسخه انگلیسی تطبیق داده شد. برای تایپ و ویرایش کتاب آیات شیطانی گروه به مدت سه ماه همت کردند و در این مدت کتاب بارها و بارها ویرایش و با متن اصلی تطبیق داده شد. متن پاورقی ها دیکته های کلمات و عبارات انگلیسی پاورقی ها و نحوه پاراگراف بندی متن تایپ شده با متن انگلیسی کتاب تطبیق داده شد. برای نمونه پاراگراف بندی و تقسیم بخش های یک فصل با پاراگراف و بخش بندی کتاب اصلی یکسان گردید. اگرچه هنگام این امر متوجه شدیم که مترجم بنا به دلایلی تعدادی از پاراگراف های فصل نهرا را که مربوط به مرگ پدر صلاح دین چمچا و بسیار زیبا و احساسی بود حذف نمودند بعد از روزها تلاش مستمر نسخه های چاپی کتاب به صورت زیرزمینی با تصویر جلد رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت دست به دست میشد جالب است که بیشترین استقبال از کتاب در استانهای کردستان، گیلان و مازندران صورت گرفت. از آنجا که چاپ و ارسال کتاب برای درخواست کنندگان با ریسک بسیار بالا همراه بود، تصمیم بر این شد که کتاب را به صورت صوتی از طریق سایت آوای بوف در اختیار علاق مندان قرار بگیرد. پس از مدت ها تلاش برای راضی کردن شخصی اجرای صوتی کتاب را بر عهده بگیرد، به دلیل خطرات و عواقبی که در ایران داشت، این درخواست ها نتیجه ماند بنابراین اعضای اصلی گروه شخصا تصمیم به انجام آن گرفتند. روخانی کتاب با صدای قاسم انجام گرفت و ساسان که مهندسی کامپیوتر خوانده بود تجربیاتش را برای ویرایش و ایجاد تغییر صدا برای کم کردن خطر شناسایی به کار گرفت. مدتی بعد فایل های تولید شده توسط سایت ها و کانال های مختلف دست به دست می و به مرور باعث می گردید که کار در ایران برای گروه بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن شود. زیرا رژیم جمهوری اسلامی در تمام دنیا در به در دنبال نویسنده کتاب و ناشرین آن می گشت. سلمان رشدی تحت حمایت پلیس چندین بار در طی یک ماه تغییر مکان می داد. ناشر ژاپنی کتاب کشته و ناشر ایتالیایی و نروژی به شدت زخمی شده بودند. چاپ و پخش کتاب در داخل ایران بیخ گوش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کار کوچکی نبود. دستگیر شدن در این رابطه و گرفتار شدن در چنگال این متحجران این موجودات ضد بشری عاقبت سیاه و دردناکی را نوید میداد. در سال 2015 اعضای مرکزی گروه که احساس خطر کرده بودند از کشور خارج شدند و پس از چند ماه اقامت در ترکیه برای یافتن مکانی امن جهت ادامه فعالیتهایشان راهی اروپا شدند و در کشور دانمارک مستقر گردیدند در کشور جدید با استفاده از فضای آزاد و شرایط به وجود آمده فعالیتها فاز جدید و پررنگتری به خود میگیرد زمانی که ما در ایران بودیم دسترسی به این کتابها بسیار مشکل بود و معمولا از طریق ایمیل و اینترنت از طریق مراجع خارجی دریافت می کردیم. از سه سال گذشته وقتی از ایران خارج شدیم و فعالیت ها را علنی کردیم با انتشاراتی های مختلف و نویسنده هایی که کتاب های ممنوعه داشتند و در خارج از ایران بودند تماس گرفتیم و درخواست کردیم کتاب هایشان را در اختیار ما قرار بدهند تا ما به صورت صوتی و نوشتاری منتشر کنیم. از نویسندگانی که در داخل ایران بودند و نمی توانستند کتابشان را منتشر کنند یا مجوز چاپ بگیرند از طریق اطلاعیه های مختلف درخواست کردیم تا آثارشان را جهت انتشار برای ما ارسال کنند. خیلی از کتابها را در آرشیو داریم که نویسنده های مختلف از ایران برای ما فرستادند. ولی چون خودشان در ایران زندگی می کنند و این ترس وجود دارد که برایشان مشکل به وجود بیاید ما این کتابها را بدون نام نویسنده منتشر کرده ایم. زمانی که سه سال از خروج آنها از کشور میگذشت و اندک امنیت و آرامشی را در کشور دانمارک احساس کردند تولید صوتی و نشر کتابها را از سر گرفتند اما این آرامش قبل از طوفان بود <applause> حمله تروریستی به محل سکونت ناشران الکترونیکی ترجمه فارسی کتاب آیات شیطانی به زبان فارسی در شب 24 آپریل 2018 نیمه های شب تروریست های مسلح با تیراندازی و پرتاب بمب دستی به محل اقامت گردانندگان سایت و انتشارات آوای بوف در دانمارک حمله کردند. در این حمله یک نفر از افراد حاضر در محل مجروح و به بیمارستان منتقل شد. به وسایل و کتابها و کامپیوترهای موجود در محل خسارت سنگینی وارد آمد. پلیس دانمارک در محل حادثه حاضر شد و برای یافتن عاملین حمله جستجو را آغاز نمود. پلیس در تحقیقات خود برای یافتن تروریست های ازامی از طرف جمهوری اسلامی و پرسجو از شاهدان در صحنه به این نتیجه رسید که حمله کنندگان دو نفر بودند. دولت دستراستی دانمارک که در آن زمان با عذر اینکه چون تروریست ها هنوز دستگیر نشده اند بنابراین کسی را نمیتوان متهم کرده از نام بردن جمهوری اسلامی به عنوان متهم این پرونده خودداری کرد. پلیس دانمارک با استناد به اینکه بعد از ترور میکنست که در آن پرونده حکم جلب مقامات حاکم بر ایران به اتهام انجام اعمال تروریستی از طرف قاضی آلمان صادر شد در یک توافق نانوشته دولت ایران قول داد که دیگر در خاک اتحادیه اروپا عملیات تروریستی انجام ندهد این در حالی بود که تروریست های جمهوری اسلامی علی معتمد را در 24 آذر 1394 در شهر آلمیره هلند در خیابان از نزدیک هدف گلوله قرار داده و کشته بودند همانطور که پیشتر توضیح داده شد در رابطه با ترور ویلیام نیگارد رئیس انتشارات اشجوئگ در سال 1993 پلیس نروژ همین رویه را در پیش گرفت و ترور ویلیام نیگارد را یک تصویه حساب شخصی فرض کرد. قاسم قرداغی در مصاحبه با ماهنامی روشنگر درباره نتیجه تحقیقات در دانمارک می گوید در پیگیری های ما از پلیس دانمارک آنان ابراز داشتند که تیگه تماسی که ما با سفارت ایران در دانمارک داشتیم سفارت ایران هر گونه ارتباط با این عمل تروریستی را تکذیب کرده و مسئولیت آن را نپذیرفته است که این گفتار بسیار دور از عقل و منطق می باشد چون دولت جمهوری اسلامی در هیچ یک از ترورهایی که انجام داده مسئولیت آن را نپذیرفته است از آنجا که تجربه ثابت کرده برای دولت های اروپایی منافع اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت به حفظ جان انسانها دارد اعضای مرکزی آوای بوف پس از آنکه محل اقامتشان در دانمارک توسط عوامل جمهوری اسلامی شناسایی و مورد سوء قصد قرار گرفت و هر لحظه ممکن بود دوباره مورد معامله قرار گیرند بعد از ماها اقامت مخفی در دانمارک خاک آن کشور را برای همیشه ترک کردند گردانندگان سایت و انتشارات آوای بوف کتابهای با ارزش زیادی را جهت روشنگری و آگاهی رسانی و دسترسی به حقیقت حوادث و جریانهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و مذهبی منتشر نموده اند که بیشتر آنها با تکفیر محافل مذهبی داخل و خارج از کشور روبرو شده است. این فعالین و دلسوزان واقعی با تمام مشغل ای که برای انتشار کتاب های ممنوعه نویسندگان داخل و خارج از کشور دارند از غذا دستی هم بر آتش دارند و کتابها و آثار زیادی از خود به علاقمندان به سیاست، تاریخ و نقد مذاهب عرضه کرده اند. از نمونه های شاخص آن می توان به مجموعه چند جلدی نسل کشی ایرانیان، هوری قرداغی، علی قتال عرب، قاسم قرداغی و خشونت در قرآن، ساسان قرداغی اشاره کرد.